با درود به بینندگان محترم نوید محمدزاده هستم با یه برنامه دیگه از زنگ سلامت در حضورتون امیدوارم که از این برنامه ها لذت ببرید و بتونید در زندگیتون به نحوی به ورزش و فعالیت های ورزشی بپردازید که منبع و منشه تمام سلامتی در نهایت برمیگرده به ورزش و برنامه های ورزشی در این برنامه میخوایم راجع به ورزش کشتی صحبت بکنیم و دوران مدیریت و رکاوری جراحت های ناشی از ورزش کشتی و مسائل جانبی اون از جمله نحوه تقویت عضلات و بافت های مختلف یک کشتیگیر که بتونه به نحو احسن کشتی بگیره در اینجا میخوام یه اشاره بکنم که در این از برنامه های بعدی میخوایم به نحوی یه تغییرات کوچکی در برنامه ایجاد بکنیم به عنوان مثال میخوام بیشتر روی مدارک و شواهد براتون صحبت بکنم هرچند تا الان هم همه حرفان بر مبنای مدارک و شواهد علمی بوده ولی قشنگ یه سری مقالات خیلی معتبر و خوب پیدا میکنم در رابطه با مسائل مختلف فیزیوتراپی و سلامتی و اونا را با همدیگه بررسی و تحلیل میکنیم که بتونیم به نحوی شما رو متقاعد کنیم که به, کشتی، به سل... ورزش به و به سلامتیتون اهمیت دوچندانی بدید خب کشتی همونجوری که میدونید یه ورزش واقعا واقعا خیلی خوب و زیباییه که از دورانهای خیلی دور بوده در کشور ما و در حال حاضرم که تو تمام کشور دنیا بهش اهمیت داده میشه دلایل خاصی داره که این بازی یا این ورزش را با ورزش های دیگه متمایز میکنه کشتیگیر معمولا قوی ترین بدن رو داره و به همین دلیل هم به عنوان پهلوان ازشون یاد میشه و یه مثال ساده من براتون بزنم شما به دور اطرافیان یا تصاویر کشتیگیران قدیمی که در سنین بالای 70-80 سالگی هستن اگه نگاه کنید متوجه میشید که اینا در اون سن 70-80 سالگی هم که معمولا همه دلاز شدن و خمیدگی دارن و چهره پیری بر اینا قلبه کرده ولی کسانی که کشتی گرفتن در سنین بالا هم هنوز خیلی قبراغ و سرحال و چارشونه هستن و به هیچ وجه آثار خمیدگی یا پیری در اسکلت اینا دیده نمیشه به خاطر اینکه ورزش همونجور که قبلا هم اشاره کردم وقتی که شما در سنین جوانی ورزش میکنین تحقیقات خیلی خوب اینو ثابت کرده که در سنین پیری به داد شما میرسه و کمکتون میکنه نه تنها به پیشگیری از خیلی از بیماری ها کمک میکنه بلکه شما اون انرژی و اون کیفیتی که به بدن شما داده شده تو زمان جوانی تو زمان پیری هم به شما کمک زیادی میکنه خیلی خوب همینجا میخوام یه عکسی بهتون نشون بدم که هفته پیش تو اینترنت دیدم که انجمن فیزیوتراپی انگلیس اینو منتشر کرده در یک مطب فیزیوتراپی در اسکاتلند ورزشکاران راگبی را به طریق خیلی خوبی گردن و بالاشونه اینا رو قوی کنند و من دقیقا یادم این نوع ها رو چند سال پیش اجرا می با خیلی از ورزشکاران مختلف به عنوان مثال با تکیه دادن دست و از ورزشکار خواستم به دست با گردنش یا با سرش به دست شما فشار بده برای دو سه دفعه تا یک دقیقه نگه داره از چهار جهت سر مخ... میتونی میتونه اینو انجام بدین خودتونم اینو میتونه انجام بدین قشنگ دستتون رو بذارین بغل سرتون محکم دست و سر رو به طرف هم فشار بدید بعد سمت چپ بعد از از با دو تا دست اینجوری بگیرید و از عقب این مسئله خیلی نکته خوبیه و مزایای خیلی زیادی برای گردن شما داره حالا چه کشتگیر هستین چه افراد معمولی دلیلی که این عکس نشون دادم بهتون این بود که ببینیم که فیزیوتراپی فقط درمان بیماری نیست فیزیوتراپی است با علمی که از بافت های بدن داره و نحوه تمرینات ورزشی میتونه اثرات خیلی خوبی در کنار و هما با هماهنگی مربیان ورزشی به ورزشکاران بده از جمله قوی کردن بافت های مختلف همونجوری که تو چند برنامه پیش اشاره کردم راجع به بازی والیبال و فوتبال که شما میتونید با یه سری تمرین های خاص این قدرت مایچه را به حدی برسونید که سرعت و قدرت شوت خیلی بره بالا و دروازبان نتونه اون توپ فوتبال رو بگیره یا دفاع والیبالیست نتونه اونو دفاع بکنه چون تمام قد... اون مایچه های مربوطه رو شما میتونید خیلی خوب قوی کنید و به همین جهت این عکس نشون دادم که بدونید که فیزیوتراپیست پس در مسائل مختلف کمک میکنه الان میبینید که ایشون با انجام نوشته سکاتیش راگبی پلیر ترین ویت ستیت آف ده آرت اکویپمنت گلاسکو فیزیوتراپی کلنیک داره میگه که با یک نوع تکنولوژی جدید و خیلی ساده در این حال اومدن یه سری تمرین های خاصی را به ورزشکارانشون میدن که اینا نهایت قدرت و استفاده را داشته باشن و بتونن بهترین نتیجه رو بگیرن موقع بازی خیلی خوب برگردیم به کشتی ببینین کشتی و راگبی خیلی شبیه همن در واقع منبع اصلی ورزش کشتی رو اون قدرت بدنیشه در ضمن تکنیکم خیلی کمک میکنه و بجاست خب ما در این برنامه میخوایم بررسی کنیم جراحات مختلف ورزشی ناشی از کشتی و نحوه تمرین و مدیریت این دوران ورزشی شما از نوجوانی تا سنین بالا بدون که بدونین کی و چگونه با این جراحت ها برخورد کنید و مدیریت کنید تا بتونید به نحو شایسته به کشتیتون ادامه بدین و بهترین موفقیت ها را کسب کنید من همین چند روز پیش با یکی از آشناهای که کشتگیر خیلی خوبی است صحبت می کردم و ایشون به خاطر یک کمردرد ساده 5-6 ماه میرفت فیزیوتراپی تو ساری و با اینکه همکاران خیلی خوبی اونجا داریم و مازندران همتون میدونید که مرکز اصلی کشتیگیران خیلی به نامی هست ولی متاسفانه چون فیزیوتراپی تو ایران به یک سو جهت خاصی رفته و داره میره دیدگاه و نحوه درمان این بیماری ها خیلی محدود متاسفانه من اینو قبلا هم اشاره کردم به خاطر مسائل آموزشی، مسائل کاری، مسائل بیمه و غیره تو مطبهای شخصی فیزیوتراپی تو ایران نحوه درمان با استانداردهای روز دنیا خیلی فرق میکنه و امیدوارم که همکاران ما این مسائل مربوط به بیمه و پرداخت و مسائل مالی رو کنار بذارن و وقتی با یه مریض سر و کار دارن مخصوصا ورزشکاری که بایسی به سریعترین و موقع برگرده به ورزشش تمام هدفشون و تصمیم گیریشون این باشه که این ورزشکار رو به سریعترین زمان برگردونن به زمین بازی خب امیدوارم که همکاران به این نکته توجه خوبی داشته باشن چون میگم فیزیوتراپی فقط نیدلینگ یا اون سوزن زدن یا الکتروتراپی نیست که متاسفانه همکاران ما بیشتر رو این تمرکز میکنن تو همین عکس اگه برین همکاران دوست داشتن میتونن لینکش رو بخونن تو انجمن فیزیوتراپی یوکی چارت سوسایتی یا فیزیوتراپی نوشته که دقیقا فیزیوتراپیست ها میان این ورزشکاران را تمرین میدن و ببینید این خیلی چیز مختلفیه با اون درمانی که فقط با یه سوزن زدن یا الکتروتراپی شما بخواین مریض خوب بکنید اکثر این ورزشکاران اگه شما مورد ارزیابی دقیق قرار بدین حالا راجب به کشتی صحبت میکنیم این کشتی گیران رو ارزیابی کنید متوجه میشید که یه سری نکات ضعفی دارن که این به خاطر اینکه خوب مورد توجه قرار نگرفته از دید مربی ها و مسئولین دیگه دور مونده و خود ورزشکارم کردم که رشتهش نیست پس این دکترا اگه باشه اونم باز رشتهش نیست این فیزیوتراپیسته که میتونه تمام بدن یک کشتگی رو مورد ارزیابی قرار بده و نکات ضعفش رو پیدا بکنه به عنوان مثال کدوم مایچه ها کوتاهن کدوم مایچه ها ضعیفن ثبات کمر چجوریه ثبات نای زانو چجوریه ثبات شونه چجوریه گردن در چه شرایطی هست تمام اینا رو میتونی جز به جز مطالعه کنی مورد ارزیابی قرار بدی و با پیدا کردن نکات ضعف و نکات قوت یک کشتیگیر شما میتونی یه برنامه مدونی بسازی و این کشتیگیر رو همراهی کنی که به بهترین وجه رکاوریش رو طی بکنه و به سریعترین زمان به زمین بازی برگرده خب اینجا میخوام اشاره بکنم اول به قدرت بدنی کشتگیر و مسائل فیزیکی و فیزیولوژی و بعدش هم به جراحات میپردازیم ببینید همونجور که اشاره کردم کشتی یه ورزش خیلی خوبیه من توصیه میکنم اگه میتونید بچه هاتون رو حتما به این ورزش تشویق کنید ورزشی که تمام بدن قوی میشه و همونجوری که اشاره کردم خیلی شبیه راگبیه و این تو این ورزش پا کمر شونه دست گردن همه جا و همیشه مورد استفاده قرار میگیره و به همین دلیل کوچکترین ضعفی در هر کدوم از این قسمت های بدن باعث میشه که یا جراحت ایجاد بکنه و یا کشتیگر نتونه کشتیشو به طور خوب انجام بده و برنده بشه از جراحت های ورزشی بخوایم نام ببریم که خیلی پیش میان بیشترینش کمر هست یه مقاله دیشب میخوندم راجع به فیزیوتراپی و کشتی قشنگ توضیح داده بود که حدود بیشتر از ده درصد ناراحتی های کشتگی را بیماری های کمر هست که اکثرا گرفتگی عضلات یا همون کرمپ هست و به خاطر فشار زیادی که تو مراحل مختلف کشتی به کمر وارد میشه باعث جراحت میشه و این فشارها تو موقعی که کمر به عقب خم میشه که اکستنشن میگن با من مثال وقتی یه نف... طرفش طرف بلند میکنه و رو سرش میچرخونه کمر خود اون طرفی که این طرف مقابلش بلند میکنه کاملا به عقب خم میشه و یا موقع خم شدن و چرخش که اینم خیلی پیش میاد حالا در ادامه یه فیلمی میذاریم و رو اون من نکات خوبی رو براتون توضیح میدم که مشخص بشه چه مواقعی چقدر نیرو به کمر کشتیگیر وارد میشه و چقدر کمر کشتیگیر مهمه حالا نکاتی که رو کمر باستی شما اهمیت بدیم به عنوان کشتیگیر حالا فرق نمی کنه چه در حد پروفشنال کشتی می گیریم یا در حد فقط ورزش و سالم نگه داشتن بدن که در هر شرایط شما بایستی ثبات کمرتون بیشترین مقاومت و ثبات رو داشته باشه برای اینکه به جهت های مختلف خم میشه در شرایطی شما مواجه میشین که در عین حال که کمرتون خم شده به عنوان مثال شما روی یه پا فقط قرار دارید اگه بخواید نیروهایی رو که به کمر وارد میشه در این شرایط حساب بکنید بیشتر از هزاران نیوتن نیرو وارد میشه و اونجاست که شما انقدر قدرت کمرتون بایست بالا باشه که نتونه علاوه بر اینکه جراحت تولید بکنه بلکه بتونین برنده هم بشید ببینید همین عکس رو الان اگه شما نگاه کنید متوجه میشید که کمر کشتیگیر قرمز کاملا تحت فشار حالت پل قرار داره این کشتیگیر بند قرمز و روی دست و از اونورم وزن بدنش افتاده رو پای کشتیگیر آبی شما متوجه میشید که کمرش در حال پیچیدنه و تمام فشار داره به پایین میکشه نیروی جاذبه وزن بدنش در حالی که اون کشتیگیر دوبند آبی هم داره اونو میچرخونه و در واقع اون ترکیب نیروها داره به کمرش وارد میشه در همون عکس اگه بخوایم نگاه بکنیم دوباره لطفا نشون بدن متوجه میشیم که کشتیگیر آبی باز داره همون چون باید اینو بچرخونه و بلند کنه کمر اون حالا با چقدر تحت فشاره پس ببینید در اکثر شرایط بازی کشتی شما متوجه میشید که کمر دو تا کشتیگیر تحت فشار خیلی زیادیه و به همین دلیل شما باید هم حرکت خوبی در کمر داشته باشید در نای کمر هم ثبات خوب داشته باشین هم قدرت خوب و هم فلکسیبیلیتی uh, خوب در واقع بافت های مایچ های شما نرم باشن که بتونن به راحتی منقبض و منبسط بشن همینجور که من قبلا بارها نشون دادم این حالتیه که مایچه ها منقبض میشن منبسط میشن و کش میان این حرکت در یک بعضی وقتا کمتر از هزارم سانیه انجام میشه و اگه مایچه خشک باشه نمیذاره خوب انجام بشه این حرکت یا اگه مایچه شل باشه نمیتونه خوب منقبض بشه یا به این تصویر اگه شما نگاه کنید قشنگ کمر دو بنده آبی داره میپیچه و اگه یه نفر معمولی بخواد این حرکات انجام بده بیشک نقص پیدا میکنه و میتونه ضررات خیلی زیادی داشته باشه به هر حال چیزی که میخوام بگم اینه که شما بایستی هم موبیلیتی خوبی داشته باشین در واقع حرکت در همه جهت ها سالم باشه هم فلکسیبیلیتی خوب و هم ثبات خوب در کمر که بتونید پیشگیری بکنید از بیماری های کمر بیماری های دیگه که خیلی شایع هستن تو کشتی بیماری زانو هست و زانو هم باز تحت شرایط خیلی عجیب و غریبی قرار میگیره تو ورزش کشتی که بیشترین ضرر هم موقعی وارد میشه که در حال خم شدن و پیچش هست و اینم بارها و بارها طی اون 6 دقیقه مسابقه کشتی یا طی تمرینات کشتی پیش میاد ببینید شکستن دماغ و گوش کوچکترین جراحت ورزشی تو کشتی هست و معمولا آ... مزاحم کشتی نمیشن که کشتیگیر نتونه کشتیشو بگیره مهمترین جراحت ها جراحت های کمر گردن دست و زانو هستن که اینا هم به موقع با مراجعه به فیزیوتراپیست شما میتونید خیلی بهبودی خوبی داشته باشین و به به مسابقه یا تمریناتتون برگردید منتها متاسفانه تو ورزش های مختلف تا جایی که من مطالعه کردم ورزش کشتی کمترین دسترسی رو به فیزیوتراپیست دارن در واقع میخوام بگم که تیم های کشتی ما به اون صورت مثل تیم های والیبال، فوتبال و غیره فیزیوتراپیست خوب در بالا سرشون ندارن یا تو باشگاهشون فیزیوتراپیست ندارن که اینا اکثرا من متوجه شدم که میرن مطبع شخصی و فیزیوتراپیستی که تو مطبع شخصیش کار میکنه خب طبیعتا با فیزیوتراپیست تیم خیلی فرق میکنه هدفهاشون فرق میکنه فیزیوتراپیست تیم تمام هدفش اینه که تیم آماده نگه داره و تمرین ها و درمان هاشو به نحوی انجام بده که این ورزشکار رو سریع به تمرین برگردونه ولی فیزیوتراپیست مطب خب طبیعیه که اهداف دیگه داره در این حال که سعی میکنه بیمار رو خوب بکنه ولی مسائل جانبی دیگه هست که اولویت ها رو پایین تر میاره به همین دلیل امیدوارم که مسئولین ما برای تمام تیمای کشتی حتی سه نفر باشن یه ام ام فیزیوتراپیست خوب یک دو سه تا حتی لازم بعضی شرایط بذارن که اینا بتونن بهترین کمک رو بکنن خب میریم در اینجا با همدیگه فیلم کشتی نگاه میکنیم که مسابقه بین ایران و امریکاست در 2015 فیلم خیلی خوبی هم هست اینجا تو این کشتی اول که میبینید من در این حال که فیلم پخش میشه در سحنای مختلف توضیحاتی میدم که یک کشتی خیلی قشنگی بود بین احسا آقای ایسانپور و اسکات کولمن از آمریکا. حتما این فیلم رو دیدین و یادتونه علاوه بر اینکه خیلی تقلبم شد یه دفعه یه پنج امتیاز به کشتیگیرمون ندادن و یه دفعه هم یه دو امتیاز کم کردن ولی در نهایت با تمام غیرت و شهامتش آقای سامپور اومد و این کشتیگیر آمریکایی را زمین زد و یعنی برنده شد و خیلی خیلی کشتی خوبی بود ببین همینجا یه دقیقه اگه فیلم رو نگه داریم متوجه میشیم که یکی از مسائل خیلی مهم کشتی اون سرشاخ شدنه تمام زور کشتیگیر در موقع سرشاخ شدن از ببین بدن در یه حالت خم شده به طرف جلو و در این در واقع از اون هول دادن میاد کسی که زور از خوبی داشته باشه و بتونه خوب هول بده تو کشتی حالا من ببین راجع به تکنیک ها حرف نمیزنم رشته من نیست و به افراد دیگه میسپارم ولی راجع به مسائل فیزیولوژی و قدرتی و ثبات و اینا صحبت میکنم کسی که بتونه خوب هول بده اون برنده است چون قدرت هول دادن خیلی مهمه و شما اگه تمرین میکنید با دوستانتون میتونه خیلی این تمرین رو من با خیلی از مریضام اجرا میکردم میتونید قشنگ در این حالت سرشاخ وایستید دو تا دستاتون اینجوری به همدیگه بگیرید و یه زانو جلو و قشنگ بدن در اون حالت سرشاخ یکم به جلو خم میشید دو تا دستاتون رو در این حالت باز میکنید و همدیگه رو قشنگ برای یک دقیقه هول بدین و سه دفعه تکرار بکنید این خیلی نکته خیلی خوبیه و باعث میشه که تمام بافت های چرخشی شونه شما قوی بشن بافت های سرشانه شما قوی بشن و بتونید که موقع سرشاه خیلی خوب طرفتون کنترل کنید و تکنیکاتون اجرا کنید نکات بعدی که تو ورزش کشتی خیلی مهمه همینجا ببین اگه اینجا نگاه کنید متوجه میشید که بالانس همینجا میبینید که بالانس برای بدن خیلی مهمه و شما در حالی که روی پا هستید حالا من اطمان شما ترجمه من حرف نظرم شما فیلم رو نگاه کنید دوباره ولی خب بحث ما بحث فیزیوتراپی و رسیدن به این مرحله است که گیر همیشه آماده باشه و بتونه به بهترین نفس کشتیشو بگیره با ارائه درست فیزیوتراپی و استفاده درست درمان فیزیوتراپی ببینید اشاره می که وقتی شما اکثر مواقع خیلی مواقع پیش میاد تو کشتی که شما روی یه که پنجه پاتون هستین و دارین فنتون اجرا می کنید یا تکنیکتون اجرا می کنید پس ببینید همینجا الان نگاه کنید تمام بدن شما بایستی قدرت و مقاومت بالایی داشته باشه که شما بتونید اینو ببرید من اگه صداش یکم بیاریم پایین یه اشاره بکنم به این نکته که این دوستم و آشنامونی که ارزیابی قرار دادم چند وقت پیش کشتیگیر خیلی خوبیه متوجه شدم که خیلی نکات ضعف داره از جمله مایچه پیروفورمیست که تو باسنه ببینید باسن قبلا هم اشاره کردم یکی از مایچه خیلی مهم بدنه برمخصم برای کشتیگیرها اگه باسنتون ضعیفه ورزش های خیلی خوبی انجام بدین که باسنتون رو تا جایی که میتونین قوی کنید چون تمام قدرت شما موقع هول دادن و یا روی پا وایستادن و اینا از باسن گرفته میشه اگه باسنتون ایراد داشته باشه یا سه چهار تا مایشه مختلف باسن داریم یکیش پیروفورم اسم میگن اگه این تحت فشار باشه و یا خیلی خشک باشه نمیتونید شما کشتی خوبی بگیرید پس ببینید مسائل خیلی زیاده بهترین نصیحتی که من به کشتگیران عزیز می کنم اینه که حتما و حتما شما در طی دوران فعالیت ورزشیتون اگه در حد پروفشنال هستین باید همیشه فیزیوتراپیست خوب بالا سرتون باشه باعثی همیشه با اگه حتی دردم ندارید ناراحتی هم ندارید شما از یه فیزیوتراپیست خوب بهره بگیرید که بتونید اون نکات ضعفی که همیشه ببینید وقتی شما بدن رو تمرین میدین ناخداگاه حتی اگه بهترین مربی هم داشته باشین یه سری ما... مایچه ها قوی تر از بقیه میشه یه سری جاها رو فراموش میکنید یه سری جاها کمتر توجه قرار می... گرفته میشه پس به همین دلیل فیزیوتراپیست میتونه اون ارزیابی کلی از نظر فیزیولوژی از نظر استحکام قدرت و ثبات و شلو ضعیف بودن مایچه ها و بافت های دیگه رو پیدا کنه براتون و با یه برنامه مدون علاوه بر درمان بیماری هاتون بتونه شما رو کمک کنه که به بهترین نتیجه دلخواتون برسید متاسفانه به آخر وقت داریم میرسیم امیدوارم که به ورزش کشتی اهمیت زیادی بدین حتما بچه هاتون رو سعی کنه حتی برای تنوع هم و سلامتی هم که شده برن کشتی بگیرن نمیخواد حتما دنبال قهرمانی و معروف شدن باشن فقط برای سلامتی یکی از بهترین ورزش هست. تمام بدن به نحو احسن قوی میشه و هر سوال و مشکلی داشتین در رابطه با جراحات ناشی از ورزش کشتی میتونید با ما تماس بگیرید وبسایت ما را در زیر تلویزیون تو میبینید www.roseclinicphysio.co.uk خوشحال میشم بتونم کمکی بهتون بکنم شما را به خدای مهربان میسپارم تا برنامه بعد خدا نگهدار نوید محمدزاده هستم